حقایقی باور نکردنی و ناگفته های جالب از زندگی سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ و علت جداییشون و ماجرای مهاجرت کردن جنجالیشون. با ما همراه باشید راجع به زندگی سوسن تسلیمی صحبت میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان قدیمی ایرانی و همینطور همسر داریوش فرهنگ، او متولد 18 بهمن سال 1328 در شهر رشت استان گیلان هستش. فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه تهران در مقطع لیسانس در سال 1352. اون وقتی که 36 ساله بود به یک بار تصمیم گرفتش که از ایران مهاجرت بکنه و همین باعث شد که زندگی زناشویش رو پایان بده. پدرش خسرو تسلیمی مدیر تولید و تهیه کننده سینما و تلویزیون بود. مادرش هم منیژه آخوندنیا از بازیگرای قدیمی ایرانی به حساب می اومد. برادرش سیروس هم فیلمنامه نویس مطرحی بودش و توی فیلم‌های معروفی کار فیلمنامه نویسی انجام داده بود. شروع کار سوسن تسلیمی از سال 1348 وقتی که 22 ساله بود اتفاق افتاد. اون کارش رو با تئاتر شروع کرد. سالهایی که در واقع میتونیم از اون به عنوان سالهای تئاتر طلایی تئاتر ایران یاد بکنیم. سوسن تسلیمی خودش در مورد شروع کار تئاترش میگه: من در گروه تئاتر پیاده کارهای دانشجوی خودم رو آغاز کردم و بعد با آقای حمید سمندریان و خانم صابری کار کردم. بعد از اون هم با آقای رشیدی نمایشنامه وای بر مغلوب رو که نوشته آقای غلام حسین ساعدی بود رو کار کردیم. اون 7 سال بعد از تجربه های تئاتر متعددی که داشت، در نهایت در سال 1357 وقتی که 29 ساله بود با فیلم چریک تارای کار بهرام بیضایی برای اولین بار جلوی دوربین رفت و تجربه موفقی رو در سینما تجربه کرد. اون در اولین تجربه خود در جشنواره سن سباستیان مورد تقدیر قرار گرفت. بعد از اون هم در سال 1363 با سریال سربداران در نقش فاطمه وارد قاب تلویزیون شد. اون سال 1364 در گیرودار جنگ ایران و عراق ایده فیلم باش و غریبه کوچک رو در طرحی کوتاه با بهرام بیضایی در میان گذاشت. و در نهایت در مرحله ساخت هم در کنار بهرام بیضایی بود. اون در این فیلم یکی از بازیگران اصلی هم بود، اما بعد از 5 سال و زمانی که دیگه در ایران نبود این فیلم بالاخره اکران شد و مدت ها توقیف بود و بعد از اکران باعث شدش که شهرت زیادی برای این بازیگر به دست بیاد، ولی خب دیگه ایران نبود و کار بازیگری رو تو ایران ادامه نمیداد. اون در سالهای اول بازیگریش با داریوش فرهنگ، بازیگر و کارگردان مطرح ایرانی در گروه تئاتری پیاده آشنا شد که این ارتباط منجر به آشنایی بیشتر و در نهایت ازدواج این دو نفر خط شد. این زوج صاحب دختری به نام توکا هم از این ازدواج شدن، اما بعد از سالها زندگی به دلیل تصمیمی که ایشون برای مهاجرت گرفت در نهایت در سال 1366 از هم جدا شدند. اما ماجرای مهاجرت داریوش فرهنگ و همسرش سوسن تسلیمی هم جالبه. خودشون در این باره میگن سالهای آخر حضورشون در ایران به دلیل وضعیت بد اقتصادی که در کارهای نمایش وجود داشت، همون سالهای پایانی جنگ، و مشکلات شدید مالی که گریبانگیر سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ شده بود، به گفته خودشون اون زمان برای پذیرایی از یک مهمون فامیل و خانوادگیشون مجبور شدن حتی طلا جواهری که توی خونشون بود رو بفروشن که جلوی مهمونشون خجالت زده نشن و تقریبا میشه گفت هیچ پولی در دستشون نبود که بخوان از مهمونشون پذیرایی بکنن. اونها در سال 64 بعد از بازی در فیلم باش و غریبه کوچک، زمانی که سوسن تسلیمی 36 ساله بود، با 100 دلار پول به همراه دخترش توکا به کشور سوئد مهاجرت کرد. بعد از مدتی سکونت در این کشور و دریافت حقوق بیکاری، کم کم به عرصه هنری بازگشت. اما سالهای سختی رو ایشون با دخترش در سوئد تجربه کردش. اون میگه 1 سال بعد از ورودم به سوئد در تئاتری به نام آتلیه تئاتر کارم، ارسال نامه های دفتر، نظافت اونجا، فروش بلیط و درست کردن قهوه،
و بعضی وقتا هم تنظیم نور و صدای صحنه بودش و کارهای خدماتی اینجوری انجام میدادم. ولی خب فضا فضای تئاتر بود و فضایی بودش که من دوست داشتم. تو اون دوره شبها در خانه نمایش مدعا رو بر اساس ترجمه سوئدیش تمرین میکردم. خودم بازیگر هم بودم و خودم هم کارگردانی میکردم. این کار به من دلگرمی میداد که حس کنم هنوز دارم در زمینه‌ای که دوست دارم فعالیت میکنم. تسلیمی از سال 1999 به چندان اعتبار هنری توی کشور سوئد رسید که جزو هیئت مدیره انستیتوی فیلم سوئد شد و بعد از اون به استخدام وزارت فرهنگ این کشور در اومد. یعنی توی حدوداً 12 سال از کارهای خدماتی که توی یکی از تئاترهای کشور سوئد انجام میداد به بالاترین لول توی کار هنری در کشور سوئد رسید و پله های ترقی رو توی این کشور سخت ولی پله پله بالا رفت. اون در سال 2002 اولین فیلم بلند خود به نام حادثه غریب الوقوع رو ساخت که در جشنواره فیلم گوتنبرگ به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش در اومد. تسلیمی در مصاحبه‌ای با بی بی سی فارسی گفت که در فیلم باشو غریبه کوچیک مجبور بودیم که طوری بدویم که بدنمون زیاد تکون نخوره و اون موقع ممیزی تلویزیون و وزارت فرهنگ جوری بودش که به این چیزا خیلی حساس بودن و نباید اعضای بدنمون حرکت اضافه داشته بود، وگرنه فیلمو دوچار سانسور و ممیزی شدید میکردن. سوسن تسلیمی سال 2003 در 54 سالگی جایزه ویژه شخصیت ممتاز فرهنگی رو در رشته کارگردانی فیلم و بازیگری از طرف دولت سوئد دریافت کرد. اما این روزها خانم تسلیمی چی کار میکنه؟ اونجور که خودش میگه من در حال حاضر در سوئد جزء هیئت 11 نفره مشاورین وزارت فرهنگ در بخش تئاتر هستم که بودجه تئاترها رو تصویب میکنم. تمام گروه های تئاتری در این کشور هر سال از دولت کمک مالی بلاعوض میگیرن که بتونن تئاتر رو بگردونن و حقوق گروهشان رو بپردازن که این کار بر عهده من توی کشور سوئد. ایشون در مورد کپیکاری سینماگران ایران هم صحبت‌های جالبی انجام میده و میگه برای هنرمندان ایرانی در عرصه تئاتر این فرصت وجود نداره که کارهای دیگر کشورها رو ببینن و در جریان جدیدترین اتفاقات تئاتر دنیا قرار بگیرن. این مسئله در مورد سینما و فیلم وجود ندارد و کپی بیشتر فیلم‌های خوبی که در دنیا ساخته می‌شود در ایران وجود دارد. بنابراین سینما ایران رشد می‌کنه، ولی خب این اتفاق توی تئاتر نمی‌افته چون دسترسی به تئاترهای مطرح جهان برای هنرمندان تئاتر ایران متاسفانه وجود نداره. اما در مورد جدایی سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ هم، داریوش فرهنگ چند سال پیش یه مصاحبه جالبی انجام داد و گفتش که توی اون زمان که با سوسن تسلیمی آشنا شدم خیلی دیدگاهامون به هم نزدیک بود، ولی خب بعدش اتفاقات مهاجرت افتاد و دیدیم خیلی از هم دور هستیم. الانم سالها هستش که دخترم رو ندیدم و حتی بعضی وقتا اصلا اسمش رو هم یادم میره که چی بود. دخترم هم خیلی از من دور شد و میگن از دل برود هر آن که از دیده رود و اون هم سال به سال به من یه تماس نمیگیره که حالم رو بپرسه یا بپرسه توی چه شرایطی هستم و بین ماها کلن فاصله زیاد شده. خب رفقا، ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما نظراتتون رو راجع به سوسن تسلیمی، داریوش فرهنگ و حواشی و اتفاقات زندگیشون برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.